اسم من محمد رضا هستش. قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم، من یه مسلمان زاده بودم و باورم فقط خدا و پیامبرای خدا بودن. ما از خانواده های شیعه بودیم و خانواده من خیلی سفت و سخت بودن تو اسلام و من خودم هم خیلی علاقه به امام حسین داشتم و تو تمام مراسم امام حسین شرکت میکردم، دمام میزدم، عزاداریشو میکردم و خیلی با اشتیاق و با ذوق این کارو میکردم. سالگرد مرگش همیشه ما عزاداری میکردیم، مشکی میپوشیدیم، کلا مراسم ویژه‌ای براش می‌گرفتیم. قبل از اینکه مسیحی بشم هیچ اطلاعاتی درباره مسیحیت نداشتم و من فقط فوکوسم به اسلام و شیعه بوده. اولین بار پیام مسیح رو از طریق همسرم شنیدم. وقتی پیام مسیح رو اولین بار شنیدم، چون من هیچ اطلاعاتی نسبت به مسیح نداشتم، فقط میدونستم که یه خانمی هستش که یک بچه‌ای به دنیا آورده که بدون مرد هستش و اون اسمش عیسی مسیح هستش. در این حد اطلاعات داشتم، ولی وقتی پیام مسیح رو شنیدم خیلی جدی نگرفتم و خیلی معمولی باش رفتار کردم. به نظرم نرمال این هستش وقتی یک مرد خیلی متعصب یا حالا نرمال باشه و شیعه باشه، بدون همسرش یا خواهرش یا حالا نزدیکترین کسش ایمان آورده و به مسیح ایمان آورده یا از دین خود اسلام بیرون رفته، به نظرم واکنشش کتک، مرگ یا حالا خیلی بدتر از اینا هستش. میخوام برگردم به عقب و بگم که من خب یه سری توی خانواده‌ای بزرگ شدم که یه کوچولو یا حالا خیلی متعصب بودم و پدر من خیلی متعصب بوده و من هم مثل بقیه مردا مسلمون بودم و خارج از این تعصبات و این واکنشا نبودم. ولی اینجا همیشه خودم از خودم میپرسم چرا من این برخورد رو نداشتم. وقتی خانمم رو دیدم که تو رفتارش اینجوری تغییر کرده و آرامش پیدا کرده، بیشتر راغب بودم که از خداوند بشنوم. و وقتی می دیدم تو اسلام ما باید همیشه خدا رو راضی کنیم و وصل بشیم به پیامبرا و امام حسین، امام علی و کسای دیگه، صدقه بدیم و خیلی کارهای دیگه بکنیم که بتونه خدا رو راضی کنه. ولی خدای زنده وقتی با تمامی قلب، با تمامی گناهایی که ما روی زمین کردیم، ما رو بخشیده و به ما استاده، حرمت داده، تخت پادشاهی داده، میبینیم زمین تا آسمون تو مسیحیت آرامش و اقتدارمون بیشتر هستش. تغییراتی که اساسی هستش در من به وجود اومد، من قبل از ایمانم به مسیح، شاید خنددار باشه، من هیچ زنی رو به جز مادرم و 5 تا خواهرم قبول نداشتم و همه زنها رو به یه چشم دیگه نگاه میکردم و به هیچ زنی اعتماد نمیکردم. ولی بزرگترین نجاتی که من بعد از ایمان به خدای زنده به دست آوردم، فهمیدم که کاملا طرز فکرم اشتباه بوده و در یک مکعب خیلی بسته بوده که اسلام اونا رو مثل آمپول تزریق کرده بودن به قلب و روح و جسم و فکر من و فهمیدم که خدای زنده همه آدم ها رو دوست داره و من هیچ نسبت به هیچ کسی نمیتونم قضاوت کنم، حتی اگر ببینم نمیتونم قضاوت کنم. و این بزرگترین تبدیل من بود که آزاد شدم از این اسارت. اگر بخوام تو یک جمله خلاصه کنم زندگیمو قبل از مسیحیت و بعد از مسیحیت، تو یک جمله بخوام همه اینا رو خلاصه کنم که میگم با خدای زنده
میشه زندگی کرد، میشه آزادی کرد. اگر بخوام واضح براتون تعریف کنم، مثل این میمونه شاید تو اسلام بخوایم زنا کنیم، دوست داشته باشیم ولی بترسیم از خداوند که ما رو بندازه تو آتش جهنم. شاید دوست داشته باشیم دزدی کنیم یا دوست داشته باشیم خیلی خلافهای دیگه بکنیم، ولی ترس اینو داشته باشیم که خداوند دستمون رو قطع میکنه یا مجازاتمون میده یا آتشی هست، جهنمی هست، ولی در مسیحیت آزادی هست. ما از روی ترس گناه نمیکنیم، ما با خجالت، با اینکه از پدرمون خجالت میکشیم و این کارها رو نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند ما رو آزاد کرده و ما وقتی میبینیم خدای زنده این همه یگانه پسرش رو فرستاده که با خونش تمامی گناه‌های ما رو بشوره، پس ما چرا بخوایم زنا کنیم؟ چرا بخوایم کارهای خلاف کنیم؟ چرا بخوایم راه‌های کج بریم؟ بزرگترین یا عجیبترین یا اتفاق یا معجزه که بخوام بگم تو مسیحیت برای من اتفاق افتاده، خیلی چیزها بوده، ولی اگه بخوام یکیشو بگم، چون فکر میکنم با گفتن این خیلی ها بنا میشن. ما تو ترکیه، خب ما از ایران که خارج شدیم به همراه همسرم و دخترم، خیلی اتفاقات ناجور برامون افتاد و خیلی جاها، کمپ ها یا زندان ها رفتیم، ولی یک زندان خیلی برای من متفاوت بود، چون من همیشه حالا فیلم هایی رو می دیدم و فیلم های زندانی ها رو می دیدم و این زندان دقیقا مثل اون زندانی ها بود، با کنترل درش باز می شد و زندان خیلی با بزرگ و خیلی وحشتناک بود و من قبلش اونجا وارد یه زندان دیگه شده بودیم، ولی وقتی اینجا وارد شدیم با همسرم و دخترم، ما رو گرفته بودن چون ما داشتیم از ترکیه میخواستیم فرار کنیم و جاهای دیگه بریم، و وقتی ما رو گرفتن، من به خدای زنده گفتم من به تو ایمان آوردم و به تو اعتماد کردم و اینجا از تو خواهش میکنم که همسرم و دخترم و مثل اون زندان قبلی در کنار من قرار بده، مثل اون کمپ قبلی، ولی این زندان بود و شوخی نداشت. و دقیقا 10 دقیقه بعد از گفتگوی من با خداوند، اومدن همسرم و دخترم رو از من جدا کردم و یک شب خیلی سخت من تو زندان گذروندم و به خصوص وقتی با ایرانیا و عربایی که اونجا بودن آشنا شدم و گفتن ما دقیقا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه و این همه اونجا بودن و هیچ وقت اینا آزاد نشدن با کلی مدارک و وکیل یا حالا هر چیز دیگه، و هر یک روز در میون زن و بچهشون رو تو حیات ملاقات میکردن و این برای من دیوونه کننده بود و به خدا گفتم خدا من دیگه تو رو نمیخوام و تو هم مثل اسلام دروغ هستی و برای من قابل قبول نیستی. و فرداش که میشه روز ملاقات بوده و من گفتم حتی برای ملاقات نمیرم همسرمو ببینم، چون خیلی کلافه بودم و شبش نخوابیده بودم و میگفتم من آخه چجور میتونم 3 ماه اینجا دووم بیارم، اصلا فکر نکنم بتونم زنده کنم و این خدا واقعا دروغ بوده. و وقت ملاقات که شد، دقیقا گفتن امروز ملاقات کنسله و من گفتم خدایا بیا، اینم نور، اینم یه چیزی بوده که تو بیشتر میخواستی منو اذیت کنی. اون بر خانمم اجادا کردن، این برم ملاقات نبوده، حالا با اینکه من خودم مایل نبودم برم خانممو ببینم، ولی بعد از 1 ساعت اعلام کردن همه زندانی ها آزاد هستن و این بزرگترین معجزه‌ای بود که من دیدم. اگه بخوام جمله های پایانیمو با یه آیه که آیه تعمید من هستش و همیشه تو سخت‌ترین شرایط، وقتی ما همه میدونیم این زمین زمین سختی هست، زمین لعنت هست و وقتی مشکلات میاد و دردها میاد، وقتی این آیه تعمیدمو برای خودم مرور میکنم، دوباره قوت میگیرم و دوست دارم این آیه رو برای شما هم بخونم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه های سرسبز مرا میخواباند. نزد آبهای آرامبخش رهبریم میکند.
جان من را تازه می‌سازد و به خاطر نام خیش به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. آمین.